أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده وهو المستحق للحمد والثناء، ونستعين به في السراء والضراء، ونستغفره ونستهديه لما يقربنا إليه، ونؤمن به ونتوكل عليه في جميع حالاتنا، ونصلي ونسلم على أفضل مبعوث للعالمين وأول مشفع في يوم العرض والحساب، سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين، هديه إلى يوم الدين. با عرض ادب و سلام حضور بینندگان عزیز و بی‌نهایت گرامی در شبکه جهانی پیام افغان در اقصا نقاط عالم، خاصتا مردم شریف و عزیز کشور ما و افغانهای مقیم آمریکا، استرالیا، آسیا، عرضم حضور شما اروپا، خاصتا آلمان و بخصوص مردم شریف شهر هامبورگ. باز هم از خداوند تبارک و تعالی سپاسگزار هستیم و ممنون هستیم، و هر چقدر که سپاس بگذاریم بازم نمیتونیم جای شکر انجام بدیم و شکرگزاری کنیم و قاصر هستیم در این راست ها. بازم وظیفه خود انجام بدیم و شکر میکنیم به بارگاه خداوند تبارک و تعالی که دوباره برای ما عمری داد، دوباره وقت داد و دوباره اجازه داد که ما از طریق شبکه جهانی پیام افغان که اجازه دارم همینجا از دستاندرکاران بخصوص جناب رئیس محترم الحاج آقای محمد عمر خطاب و همکارانشان در امریکا و بخصوص سرور ارجمندم جناب انجینر صاحب آقای سید احمد آقای شریفی که واقعا اینا مخلصانه با ما همکاری میکنن، از همگیشان تشکر کنیم و برای شما هم عرض ادب و سلام داشته باشیم، هم از برادران و خواهران گرامی در اقصا نقاط عالم در خدمت شما هستیم. همانطوری که در هفته قبل شما مشاهده نمودین که یک برنامه نو و یک طرح نو آوردیم که چند آیت از قرآن عظیم الشان خدمت شما تلاوت میکردیم، بعد ترجمه میشد با صدای شیوا و زیبای برادر عزیز القدرم جناب آقای محمد اکبر بختیاری از هلند. اما امشب باز یک کار دیگه کردیم که بهترتر کار انجام شد که یک آیه بنده میخونم، اینا ترجمه میکنن خدمت شما، باز من میخونم، باز ایشان ترجمه میکنم. عزیزان لطف کنن اگر قرآن عظیم الشان هم دم دستشان هست میتونن قرآن عظیم الشان رو هم باز کنن و هم خط خط بگیرن و هم ترجمه رو بشنون که هم از لحاظ روانخانی هم برشان کمک میکنه. از اول الف لام میم انشاءالله در خدمت شما هستیم تا آیه 10 از سوره مبارکه بقره. خواهش میکنم از اتاق فرمان که پروگرام نشر کنه. به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام این کتاب بی هیچ شک راهنمای پرهیزکاران هست. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آن کسانی که به جهان غیب ایمان آوردند و نماز بپای دارم و از هر چه روزیشان کردیم به فقیران انفاق کنم. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرتهم و آنانی که ایمان آرند
و آنچه خدای به تو و بر پیامبران پیش از تو فرستاد و آنها خود به عالم آخرت یقین دارند. آنان از لطف پروردگار خویش براه راستند و آنها به حقیقت رستگاران عالمند. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اي رسول ما کافران را یکسان هست، بترسانی یا نترسانی ایمان نخواهند آورد. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی امصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم. قهر خدا مهر بر دلها و پرده بر گوشها و چشمها ایشان نهاد که فهم حقایق و معارف الهی را نمی کنند و ایشان را عذاب سخت. و من الناس من یقول آمن از مردم منافق گویم که ایمان آورده این به خدا و روز قیامت و حالان که ایمان نیاورده ام. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. خواهند تا خدای و اهل ایمان را فریب دهند و حالان که فریب ندهند مگر خود را و این را از سفاهت نمی دانند. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب دلهای آنان مریض هست، پس خدا بر مرض جهل و عناد ایشان بیفزاید و آنها راست عذاب دردناک بدین سبب که دروغ میگویند و با اهل ایمان درنگی و نفاق میکنند. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پروردگار تو که خدای مقتدر و بی همتاست و از توصیف جاهلانه خلق مبراست و سلام و تحیت الهی بر رسولان باد
و ستایش مخصوص خداست، بیننده جهانیان هست. خب شنیدین، امیدوار هستم که مورد رضای خداوند تبارک و تعالی قرار گرفته باشد. و از بینندگان عزیز تقاضا من هستم که اگر کسی در این رابطه نظری داره، صحبتی داره، میتونه انشالله در طی برنامه بر ما تلفن بکنن، صحبت کنن، نظریات خود در رابطه با این برنامه نوی که ما روی دست کردین، قرائت، ترجمه، آیه به آیه نظری دارن، صحبتی دارن، میتونن به از طریق تلفن که اونجا شماره پایان تلویزیون هست، شماره استادیون انشالله برای ما تماس بگیرم، در خدمت شما هستم. خب دو مهمان عزیز القدر رو داریم و دو مهمان بسیار عزیز، جناب آقای محمد تمیم جان کریمی هستند که خیلی خوش آمدین جناب آقای کریمی، که از اعضای جلسه قرائت قرآن احسن الحدیث هستند. حضور شما خیر مقدم عرض میکنیم، خوش آمد میگیم به حضور شما. زنده باشی. اول سلام و عرض و ادب خدمت شما خالص محترم، خوش خدمت بیننده ها و شنونده های خوب تلویزیون پیام افغان و خصوصا بالخصوص بیننده های عزیز برنامه دوست داشتنی حسن الحدیث. واقعا برنامه است که مفید در جامعه، خصوصا در فضای امروزی که ما در این کشور ها زندگی میکنیم، مثلا کشورهای اروپایی. خوشحال هستم یک بار دیگر در جمع شما دوستایی که عزیزان دلم هستن، در حقیقت در جمع شما بوده و با شما پیوسته. تشکر میکنم، واقعا شما برای ما بسیار عزیز هستین که هر هفته حضور گرم به همراه اخوی گرام، خوب همراه مصطفی جان عزیز که برنامه ها فیلم بردریای که هفته قبل بود، دو هفته قبل بازیم شب ما میبینین. از شما مصطفی جان خیلی تشکر میکنم که همیشه حضور گرم در احسن الحدیث دارین. و همچنین مهمان بعدی ما علی جان علیزاده هستن، قاری جوان ما که تقریبا دوست ما میشه به احسن الحدیث پیوستن. انشالله امشب ایشان برای شما به صورت لایف تلاوت میکنن. علی جان خیلی خوش آمدید. سلام و خبه خدمت شما استاد محترم. تشکر. ما تمام فارسی زبان هایی که ما را مشاهده میکنن. تشکر از شما، خیلی زحمت کشیدین، لطف کردیم که تشریف آوردین. تشکر از شما. خب قبل از اینکه ما تلاوت علی جان را به صورت لایف داشته باشیم، من قصه کوتاهی را از دوران حضرت موسی علی نبی نو علیه السلام خدمت شما بیان میکنم که خودش یک پند است و یک اندرز است و یک موضوعی هست که از این ما خیلی چیزا میتونیم بفهمیم. در زمان حضرت موسی علی نبی نو علیه السلام، در اون زمان خوشسالی شد، باران نمی آمد، اوهان بیابان از بیبارانی آمدن نزد حضرت موسی علی نبی نو علیه السلام به شکایت که یا موسی، تو ارزمار برو به کوی طور به حضرت باری تعالی برسن که ما بسیار در مزیقه هستیم، تلف میشیم اگر همینطوری پیش بره، همگی ما تلف میشیم از بیابی و خوشسالی. اینها ما از جناب شما درخواست میکنیم، برین از بارگاه حضرت باری تعالی تقاضای باران کنین که باران بیاد، بالاخره ما از این مشکلات تمام بشین و این موضوع، این مشکل ما حل بشه. حضرت موسی علیه السلام گفتن مشکلی نیست، اونا روان شدن طرف کوه طور، موضوع را به بارگاه، به عرض حضرت باری تعالی رساندن و گفتن که همچی شکایتی اوهان بیابان آوردن، خوشسالی شده، اونا اگر آب نباشد و باران نبارد تلف میشوند. حضرت الله جل جلاله جواب حضرت موسی فرمودن به جوابشان که انوز موعید این کار نرسید، برو موسی برگرد، موعید نرسیده، انوز زمینه مساعد نیست، موعیدش نشده، برگشت، برگردین شما لطفا. حضرت موسی برگشتن، آمدن همینطوری، وقتی که اون همه منتظر که جناب موسی چی خبری آوردن، خبر خوشی آوردن یا خبر رد آوردن برای ما. حضرت موسی آمدن به اوهان بیابان، گفتن که بله، خداوند تبارک و تعالی فرمودن که موعدش نرسیده است، موعد فرا نرسیده، زمان فرا نرسیده. در اونجا یکی از اوهان، از همو جمع اوهان که در بیابان بودن، یکشان داوطلب شد، گفت من میرم به بارگاه تعالی عرض میکنم، اون جایی که حضرت موسی رفتن، من میرم پیش از خداوند تبارک و تعالی عرض میکنم، به عرض خود پیش خداوند میرسانیم که همچی مشکلیه، باران نیست،
بیابانها خشکیده، اگر بارون نباشه ما همه تلف میشیم. من میرم، اما به رفقای خودش گفت اگر زمانی که من از کوداشم میامدم پایین، اگه شما من با حالت خوشحالی و جستخیز دیدید، شما راحت باشید که خب من خبر خوش برای شما میارم، پیغام خوش میارم و خبر خوش میارم که انشالله خداوند وعده باران به ما داده. وقتی که آهو کداف طلب شد بیدرفتن در کوی تور، اینا هم که به خداوند به مو زبان حیوانی خود عرض کردن که ما هم چه مشکلی داریم اینها و اینها، خداوند گفتن که موعدش نشده، برگرد. آهو برگشت، آهو داشت میامد از کوک پایین میشد، از دور متوجه چشمان نگران دوستا خوش شد، بقیه اوانی که در پایان منتظر بودن که آهو باید خبر خوش به ما بیاره، خبر خوش یا مثل حضرت موسی جواب رد. اینا نگران بودن منتظر. وقتی آهو از بالا پایین میشد نگاه کرد، دید که یه ناراحت داشت پایین میامد، دید که اینا همه ناراحتن نگرانن، گفت برو من که این راه انوز یک حد درای مانده، توکل من بر خدا، من جستخوز میکنم راه انوز دراز هست، یه چیزی مانده، امید بر خدا که خبر بشه، خبر خوش بشه از طرف خدا، من توکل من بر خدا، من همین کار میکنم، همین جستخیز را انجام میدم، به توکل خدا میام پایین، امید به خدا که بارانی بیایه. خلاصه آهوی کار کرد، با جستخیز همیچه آمد و رفقای هم از پایین منتظر خوشحال اینا، تا آهو پایین نرسید باران شروع به باریدن کرد. این خودش برای ما پیامی داره که بینندگان عزیز که متوجه باشین که باید توکل خود بر خدا بکنیم و باید امیدوار به خداوند تبارک و تعالی باشیم و هیچ موقعی ناامید نباشیم. باران بارید، اوان همه سیراب شدن، بعد حضرت موسی آمدن اعتراض کردن به بارگاه خداوند تبارک و تعالی که تو به ما جواب رد دادی، چرا جواب عزیز جواب اور دادی، جواب مر ندادی. گفتن ببین همین بر از او سوال کو، همین جواب ما به او هم دادم، لکن او با یک تفاوت، از او بالا که داشت پایین نشد، گفت بازم امیدی هست که از او بالا تا پایین فرج یک خدا یک لطفی بکنه، یک مددی بکنه که این کار توکل خور بر ما کرد و کسی هم که با ما توکل کنه ما هیچ زمان توکل از او رد نمی کنیم، امید از او رد نمی کنیم. شما اگر مشاهده کرده باشین در فیلم حضرت یوسف الان بینوا علیه السلام، وقتی که او زندانی را میخواستن یک زندانی را آزاد کنن، یک ببرن پای چوبی دار، بعد حضرت یوسف به یک پیامبر بود عرض کرد، عرض خور گفت پیش پادشاه گرفتی سلام امار برسان، بگو یوسف دیگه داخل زندان خسته شده، یوسف از زندان آزاد کن. به محض که فرمایش حضرت یوسف کردن، بلا فاصله حضرت یوسف تکان خورد، ای داد از بیداد، من از کی تقاضا کردم؟ ما بعد از خدای خود تقاضا کنم، چرا این کار شد؟ ای چی رقم شد؟ فورا حضرت یوسف اظهار استغفار و ندامت و این و این و آن، خبر آمد که ما میخواستم تو رو یک سال زندانیتی بود، اما چون تو از خدا درخواست نکردی زندانی تو به 7 سال قرار گرفت. 7 سال دیگه 8 سال، با اون 1 سال 8 سال حضرت یوسف داخل زندان ماندن. به هر صورت کوشش کنین که همیشه توکل که شما و شما و همگی ما لا تقنطوا، ناامید نباشیم از درگاه خداوند و همیشه توکل داشته باشین و همیشه امیدوار باشین و تمام مردم رو همیشه امیدوار نگه دارین، مردم ناامید نکنین، آیه یس به مردم نخونین که انشالله هر کس که امیدش به خدا باشه هیچ مردم امیدش ناامید نمیشه. امید فقط به خدا، امید به بنده، هیچ کس بجز از خدا چیزی را نخواهد، از بنده چیزی نخواهید که کسی برای شما کاری کرده نمیتونه. بس امیدوارم که این قصه و این حکایت مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خب آمده میشیم و میشنویم تلاوت علی جان عزیزر از علی زادر از سوره مبارکه بقره، از آخر سوره سپاره 2 ولما برزو لجالوت خدمتتون میخوانن و بعد از اونم از سوره مبارکه کوثر بر شما تلاوت میکنن. خب در خدمت علی جان هستیم، بفرمایید تلاوتتون بشه. بسم الله الرحمن الرحيم ولم ما برزوا لجالوت
چشم. قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. الله 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 ما شاء الله. وآتاه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على از اول شروع میکنم برای شما میخونم با همین ترش بریم بالا با همین لطف بریم بالا بخونیم. ولما برزو لجالوت وجنوده ثبت أقدامنا
ماشاءالله طیب الله بسیار عالی بسیار جه.
زیبا و بسیار جمیل به قول معروف همون زیبا میشه. احسنتم، بسیار عالی بود. خب امیدوار هستیم که توجه شما بینندگان بسیار عزیز و گرامی که در پای تلویزیون نشسته هستین، در خانه ها، در اقصی نقاط دنیا، چه از طریق فیسبوک الان ما رو مشاهده میکنیم به صورت لایف و چه از طریق شبکه جهانی پیام افغان، امیدوار هستیم که مورد توجه شما تلاوت زیبای علی جان علیزاده قرار گرفته باشه. خب کوتاه من از علی جان سوال میکنم. جناب آقای علیزاده بفرمایید که اول کوتاه خود خود معرفی کنین، نام خود بگین برای بینندگان عزیز ما. علی علیزاده هستم، فرزند حاجی عزیز الله جان علیزاده. بسیار خوب، در کجا مقیم هستین؟ در کجا سکنا دارین؟ کجا میشینین؟ ما به همبورگ زندگی میکنیم. بلی. بسیار خوب، کوتاه برای بینندگان عزیز ما بگین که علی جان این تلاوتی که شما شروع کردین، من میخوام از زبان خود شما بشنوم. برای بینندگان بفرمایید که این تلاوت چند وقت میشه شما شروع کردین یادگیری تلاوت قرآن عظیم الشان بر روش مرحوم مصطفی اسماعیل؟ مدت دوم هست که قرائت شروع کردم از مصطفی اسماعیل. بله. زیر نظر استاد محترم اسمت الله عزبیر. تشکر. خب شنیدین از زبان خود آقای علیزاده، علی جان علیزاده، که این قرائت که الان اینا خواندن از مکتب مرحوم مصطفی اسماعیل، ضمن که اینا ترتیل خوانی میکنن، روششان ترتیل خوانی هم هست، قرائت هم شروع کردن. این تلاوت اینا به ظرف تقریبا دو ماه هست که دارن تمرین میکنن و کار میکنن و ما از بارگاه حضرت حق تقاضامند هستیم و برای ایشان خواستار این هستیم از محضر قرآن که قرآن از این مشان اینا کمک کنه و توجه خداوند شامل حال از اینا بشه که اینا بتانن تلاوت های بهتر و زیباتر در سطح جهان و در ماه های آینده، در 3-4-5 ماه آینده اینجا که بیان با یک تلاوت های بیان که اصلا شما باور شما نشه که این آقای همون آقای علیزاده هست که اینجا ولی ما بر زول جالوت خوندن. تشکر میکنیم از جناب آقای علیزاده و ما در پایان برنامه هم بر رسم یاد بود از طرف جلسه قرائت قرآن حسن الحدیث واقعا زیبا تلاوت کردن، مبلغ 50 یورو هم به صورت تحفه نقدی خدمتشان تقدیم میکنیم. بسیار عالی بود، بسیار زیبا بود، تشکر میکنیم از شما، درود خدا بر شما، خیلی زحمت کشیدین. خب من از عزیزانی که تلفن میکنن کوشش کنن که در حین تلاوت تلفن نکنن، بعد از اینکه تلاوت اگر تمام شد تماس بگیرن، چون چند مرتبه تلفن کردن اینا در حین تلاوت بودن برادر ما جناب آقای علیزاده، کوشش کنن که بعد از تلاوت ها اگر تلفنی دارن تلفن کنن. خب آمده میشیم و گوش جان میسپاریم به اون برنامه هست که آمده کردیم، یک کلیپی هست، مناجات هست، این مناجات میشنوین بعد طلبت زیبای جناب آقای کریمی میشنوین. ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رحمانو یا رحیم یا مالکو یا حکیم یا محیمین یا حسیب یا مجیبو یا راغب یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله، تو خالق دشتا که و بیابانی، رحیم و رحمانی، خدای سبحانی، بخشنده و دانا، محبوب خوبانی، دارم به تو امید وقت پریشانی، یا
یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. خب شنیدین این کلیپ مناجاتی هم که بسیار زیبا، بسیار شیبا، بسیار عالی بود. امیدوار هستم که توجه شما جلب کرده باشه. بدون فوت وقت آمده میشیم به استماع میکنیم تلاوت تتیله که توسط برادر عزیز القدر مهمان گرامی ما جناب آقای محمد متینجان کریمی که در برنامه هم به صورت لایف حضور دارن. انشالله باز دقایقی هم با ایشان بعد از تلاوتشان صحبت داریم انشالله. ما خواهش میکنم از اتاق فرمان تلاوت آقای محمد متین کریمی نشر کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أأتخذ نخبة البتلزين أأتخذ من دونه أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم از همه تقدیر و تشکر میکنیم خب جناب آقای کریمی، آقای محمد بتین کریمی بسیار عالی تلاوت کردین. تشکر میکنیم از شما. خداوند انشالله این تلاوت شما رو مورد رضای خود قرار بده و امیدوار هستم که
بینندگان ما هم از تلاوت زیبای ترتیل جناب آقای محمد متین کریمی که از عزیزان ما هستند در احسن الحدیث لذت برده باشند، بهره برده باشند. خب این تلفن را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الو الو الو. بله بفرمایید، خودتان رو معرفی کنین، از کجا تماس میگیرین؟ بله سلام علیکم. و علیکم السلام و برکاته. شب شما بخیر، خوش آمدین. لطف کنین خودتان رو برای بینندگان معرفی کنین، از کجا تماس میگیرین برادر بزرگوار؟ زنده باشین. اسم عمر است، از شهر بریمن بر شام با شما تماس گرفتم. بسیار خوش آمدیم جناب آقای عمر جان عزیز، صحبتی دارین، ما در خدمت شما هستیم. زنده باشین. ما فقط می‌خواستیم بسیار زیاد تشکر کنیم از این برنامه خوب شما، از دوستان که شما اینجا دعوتشان کردین. طبعا که چیز است که از برنامه شما همیشه ما علاقمند هستیم که ببینیم. تشکر است. کسان برادران طبعا هستن که اونا همیشه شما میفهمین گپ میزنن، میگن که اینا شیعه هستن و آمدن در تلویزیون تقیام میکنن در مقابل اصلا اصل سنت کار میکنن. فما همیشه کوشش میکنیم که شما دفاع کنیم در این مسئله و ما مردم هم میگیم که شما مانند علایاری نیستین، شما با اونا فرق دارین، مرجعتان علایانی نیست، مرجعتان در جمهوری اسلامی ایران است، با علایاری شما هیچ سر و کار ندارین. شما صحبت ها شما تمام شد؟ بعضی خاطر بله. سوال داشتم، فقط میخواستم بفهم که مرجعیت شما در کجاست؟ از کدام مرجعیت شما؟ مرجعیت منظورشان منظور شما از مرجعیت یعنی چی؟ مرجعیت چی مثلا؟ مرجعیت دینی از شیعه شما که اعتماد دارین سر شما؟ ما سر اسلام اعتماد داریم، ما نه شیعه رو میشناسیم نه اهل سنت و جماعت. ما کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله رو میشناسیم و در همه پالوسی ما هست و ما قرآن میشناسیم و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. متوجه شدین؟ اینها برای ما مهم است، بقیه برای ما فرع است. هر کس که میره برای خودش محترم است، همه معزز هستند، مذاهب به اربعه یا پنجگانه فرق نمیکنه، همه محترم هستند. هر کس مسیر خودش میره، مسیر اصلی کلمه توحید است لا اله الا الله محمد رسول الله و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. درست شد؟ سبحان الله. پاسخ را دریافت کردین؟ بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. یک جان سپاس داریم از شما. که مرجعیت خودتان از کجا هستک؟ ما از افغانستان هستیم. درست است که از افغانستان هستین. مرجعیت شما در افغانستان است. مرجعیت شما در جمهوری اسلامی ایران. نه، ما به جمهوری اسلامی ایران چی کردن؟ شما قرآن شریف یا حدیث خودتان؟ نه، فقط کار ما قرآن شریف است. هیچ کار دیگه نیست. بله، فقط قرآن شریف است. ببینید شما برنامه داشتین، آقای مصباح هم شما آورده بودین در تلویزیون. فینال سوال برای اینجا دیگه وقت ما بسیار کم است، شما بس جای دیگه نبرین. اونا برنامه علیده برای خود گرفتن، کارشان علیده است و خودشان در فیسبوک هم هستن و اونم که اینجا میآمدم صحبت تا قرآن میکنن. در برنامه ما بجز از قرآن هیچ صحبت دیگه ای نیست. درست. تشکر از شما. درست. خواهش میکنم، خداحافظ. خب دکتر صاحب محترم، خیلی خوش آمدید. شما عیب نداره، مشکلی نیست. سوال میکنن، من جوابشان سوال کردم، محترم جوابشان دادم. خب شما بفرمایید که صحبتی دارم، خودتان مختصر معرفی کنید که وقتم کم است. اسم ما محمد متین کریمی است که فرزند محمد داوود کریمی، باشنده شهر هامبورگ هستم و اکنون هم مصروف تکنیک الکتروتکنیک در یکی از کمپانی های تکنیکی به نام بوش. بله. در مین شهر هامبورگ مصروف وظیفه هستم. بله. تعداد از فامیل ها الحمدلله که اینجا هستن، تعداد متاسفانه در کشور هستن، البته اونا را هم نباید که متاسفانه گفت، خوشبختانه هستن چون بله، در کشور خود هستن، در وطن هستن، در وطن خود هستیم. اما تأسف در این است که بعض وقتا مشکلات هایی هست در اون کشور، آدم با آن هم باید بله بعد بقیه از اونها هم دعا کنیم که انشالله خداوند مملکت ما و شما رو سر و سامان بده. آمین. بله. بله. کوتاه برای یک دقیقه چی گفتنی بری بینندگان عزیز؟ یک دقیقه تا دو دقیقه داریم.
بیننده بلکه تلفون هم زیاد هستن دیگه. بله. ما وقت ما کم است، بفرمایید. گفتنی خاص ندارم، گفتنی که کوتاه میخوایم اشاره کنم به بیننده های عزیز، خصوصا به طبقه جوانای عزیز که بله. امروز پا گذاشتن به دنیایی که عصر کاملا تقریبا در حدود خود منسجم به بسیار پیشرفت‌های زیادی که ساخته. بله. و در این عصر از نظر شخصی ما بنده است که اونا هر قدر که بتوانند در رای دین خود هم محکم ساخته، به یقین کامل دارم که ممو طریقی های بهتر و بیشتر این دنیا را دیگه هم متقابل شده بسیار. و با آنها نزدیک میشن، خصوصا در این کشورهای در کشورهای مثل کشورهای اروپایی. بله. چون حقیقت باید گفت بدی ها نسبت به خوبی ها بیشتر است. بسیار. و اگر کس یک مقدار خوبی در وجود خود پیدا کنه، فکر میکنم پادشاه خوبی ها است در این کشور. بله. چون در مقدار بدی ها نسبت به خوبی ها بیشتر است. بله. اما و کوشش کنن که انشالله و رحمان همه دست با دست هم، مثل تلفونی که بیشتر دوست ما آمدن که از اینی خودداری کنیم. بل. شما بسیار یک جواب بسیار معقول و خوب گفتین. بل. چون این مطلب و این کلمه در قرآن مجید ذکر نیست. ما بله اصلا جایگاهی نداره. مسلمان که قرآن مجید تلاوت کردیم، تا اندازه‌ای را ترجمه کردیم، تجربه خود شنیدیم از قرآن مجید، این می کلمه شیعه و سنی در ذکر نیست. اصلا آن حضرت صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم در زمان که اونا تشریف داشتن بعد رسالت پیش مردن، بعد از خلفای راشدین آمدن، اصلا این موضوع نبود. اصلا نیست. اصلا نبود. اصلا این موضوع در قرآن نیست و بعد از در زمان آن حضرت نبود و در خلافت خلفای راشدین هم نبود. تنها یک کلمه ذکر شده، اسلام و مسلمان. بله. و بهترین دین به نزد خداوند جل جلاله. این دین عند الله الاسلام. بله. بله. تشکر میکنیم دکتر صاحب. خب ما همینجا جا داره که خدمت فامیل محترم جناب آقای صدیقی که چند روز قبل برادرزادهشان جناب آقای عبداللطیف مرحوم عباسی که در کابل به رحمت حق پیوستن تسلیه درس کنن، از همکارا ما هستن در احسن الحدیث، و همچنین خدمت فامیل محترم انوری با مناسبت در گذشت والده گرامیشان بی بی زینب که انوری که چند وقت پیش اونا هم یه هفته پیش به رحمت حق پیوستن، از فرزندانشان، نوادگانشان، از اعضای احسن الحدیث هستن، خدمتشان تسلیت عرض میکنم و برایشان اونا را از خداوند تبارک و تعالی خواستار هستیم که با بیبی های صدر اسلام مشهور بگردانن. و همچنین والده ماجده برادر عزیزم جناب آقای عبدالقدوس جان نوری که اونها هم از همکاران ما در احسن الحدیث هستن، خدا انشالله رویشان شاد دیشه بشه. و همچنین مرحوم مغفور شادروان جناب حاجی نجف علی یعقوب زاده که اونا هم از بزرگان و معززین شهر هامبورگ بودن، به تازگی به رحمت حق پیوستن، رویشان شاد باشه. و متعاقبا انشاءالله اطلاعیه ها از طریق تلویزیون یا از طریق فیسبوک اینا خدمت شما اعلان میشه. خوشحال شدیم و امیدوار هستیم که رضایت شما حاصل شده باشه. برای برنامه احسن الحدیث فقط کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله و قرآن عظیم الشان مطرح است و هر کس که پای این برنامه است، فقط ما به عنوان برنامه قرآنی او را دعوت میکنیم. ما به کارهای بقیه کارهایش کار نداریم که آقا چه کار میکنه، یا سیاسی است یا پلیتگر است. هر کس که از جای باشه که کار قرآنی خوب داشته باشه، ما او دعوت میکنیم. ما به سوابقش کار نداریم. انشالله روزهای یکشنبه یاد شما نره، ساعت 10 تا ساعت 12 در احسن الحدیث تشریف بیارین انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.